درود خدمت دوستان عزیز، بخش دوم صحبت‌های خودم رو راجع به اصول بنیادی نوازندگی تار و مبنای کلاس فن استاد ممرز لطفی و بر اساس داشته‌ها و تجربیات خودم ادامه میدم. تا این بخش که به تمرینات گرم کردن دست و در واقع مضراب بندی های مختلف و گرم کردن انگشت 1، 2، 3 رسیدیم و مباحث رو مطرح کردیم. از این قسمت میخوام تمرکزم بذارم رو در واقع مضراب بندی های مختلف برای تمرین های مختلف. به چه شکل؟ ببینید، شما تمرین رو میزنید، مثلا با مضراب به طور معمول راست چپ نواخته میشه، مثلا یک فواصلی رو به این شکل. عرض کنم خدمتتون که تا اینجا داستان ما به اساس ماهور پیش رفته بودیم و از اینجا تصمیم گرفتم به خاطر تنوع دادن به تمرینات از فواصل شور بر مبنای انگشت گذاری تار شور لا نیم پرده، حالا دست بازم پایین تره و در واقع از اینجا تمرین میدم با کوک دو سر ره که تنوع ایجاد شه. ببینید، مثلا ما گفتیم که از در واقع تمرین هایی مثل این که از نوت سیم اول شروع کنیم و به سیم های بالا بریم برای گرم کردن دست و با تغییر سیم مثلا میزنیم. این مضراب غالبی که همه استفاده میکنن خب راست چپه. ما اینجا میتونیم به تمرین تنوع بیشتری بدیم و از مضراب های مختلف استفاده کنیم. مثلا بیایم مضراب بندی رو به شکل راست چپ راست راست، راست چپ راست راستش کنیم و اینو حالا تو جاهای مختلف، حالا از فواصل مختلف به سیم دوم به سیم بم حرکتش بدیم و یا مضراب بندی های دیگه ای مثل در واقع حالا راست چپ راست 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 چپ. اینا ها هم باز حتی معمولن، ولی مثلا مضراب بندی رو به شکل چپ چپ راست راست کنیم، مثلا بزنیم اینا در حال غیر معمولن تو مضراب بندی ها و حالا به این شکل دیگه میشه اینو انجام داد، ولی اینها باعث میشه که ذهن شما آمادگی اینکه در موقعی که خودتون تکی ساز میزنید این آمادگی پیدا میکنه که از این مضراب بندی ها استفاده کنه و باعث در واقع تنوع جمله بندی شما خواهد شد، مضراب بندی ها و بیان متفاوت تری به شما خواهد داد. این یه قسمت صحبتان بود که این میشه حالا مثلا در شکل‌های مختلف، مثلا ما انگشت 1 رو رولا قرار بدیم، انگشت 2 سه رو رو سیم بم استفاده کنیم، این راست راست چپه، حالا میشه این راست چپش، مثلا راست چپ چپ حالا از جای مختلف، سیم 1 به 2 میان پای و به همین شکل اینو تغییرات ایجاد کنیم تا دست آماده در واقع حرکت های مختلف بشه. یکی از تمرین هایی که استاد خیلی روش تاکید داشت نگه داشتن مضراب های هشتایی، حالا مثلا روی مثلا لای سیم دوم 3، 4، 5، 6، 7، 8 مضراب های راست چپ هشتایی تو ذهنتون در نظر بگیرید، چند دور اینو به شکل ساده با بدون تأکید خاصی اجرا کنید. حالا تو دور بعدیش مثلا بیاین روی 1 اکسنت بذارید، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 1، 2، 3، 4. حالا میگفت حالا دفعه بعد روی 2 اکسنت بذارید، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 1، 2، 3. ببینید این نتیجهش این میشه که ذهن شما تصمیم گیری آنی برای تغییر تاکیدهای مختلف در نوازندگیتون ایجاد میکنه و شما میتونید که در آن واحد تصمیم بگیرید که تو یک دور ثابت
تاکید رو عوض کنید و مخصوصا تو ضربی ها خیلی تنوع ویژه به شما خواهد داد و این از این تمرینات با سرعت پایین خیلی جا میفته. حالا بعد از تاکید ها یه دونه ای میتونید تاکید ها رو دوتایی کنید، مثلا یک دو، ببینید یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت، یک دو سه چهار پنج، یا یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت، یک دو سه چهار پنج شیش هفت. ببینید یادتون باشه وقتی اینو میتونید راحت تر اجرا کنید که در واقع شما بتونید با زبون هم تو سرعت بالا اینو خیلی راحت بیان کنید و این تمرین خیلی خوب میشه، چون ذهن باید قادر به فرمان دادن باشه و باید آمادگی ذهنی داشته باشید بیشتر که تا ذهن به عضلات فرمان درستی بده. این یه موضوعی بود که باید بهش میپرداختم و یکی از تمرینایی که میتونید وسط این تمرینات استفادهش کنید